گریه های یه راننده تاکسی مشهدی که میگه عربا اومدن اینجا و امروز به هم گفتن که دیگه زن نمیخواییم و دنبال پسریم که باهاش رابطه جنسی داشته باشیم. اومد یه عربا پررو شدن، اومد وقی شدن، یه زن های ایرانی دلشون زده، ارور سوار کردن یا آقاشون پسر سراغ ندارین، کشیدم گنار پیادش کرده واقعا بر پدر مادرتون. حالا لایو جنجالی نیلی که توش یه هموطن میاد بالا و جوری نیلی رو اسکل میکنه که نمیفهمه از کجا خورده. برام چطوری آجی؟ آجی بابا من دستم شکسته، من نمیتونم تایپ کنم، دورت بگردم. اینقدر کامنت کن، اینقدر آخر سر منو دیدی آوردی بالا، قربونت بشم. من هم پدرم هم مادرم هم آجیان پیشمه، اینقدر دوست داریم دیوونه. من شدیدن سرما خوردم با آب. کشته شدن یه دختر نخبه ایرانی در حین عمل زیبایی و وضعیت عجیب فضای مجازی ایران که داره به جاهای باریکی کشیده میشه. تو دنیا باید دو تا چیز کلوف داشته باشی، یک پارتی کلوف، دو گردن کلوف. بیا برو تا هم با این هسته خورمات. این هسته خورما، خورما بخورید خیلی خاصیت داره. پارتی کلوفت و گردن کلوفت هم داشته باشه. خدافظ. برو باشه کونی. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از هر چیز باید بگیم که این روزا عملهای زیبایی به حد اکثر خودش رسیده و یه دختر اهوازی 19 ساله که رتبه 70 کنکور شده بود به دلیل تزریق دارو برای عمل زیبایی دچار ایست قلبی تنفسی شد و بر اثر مرگ مغزی به کما رفت. بله متاسفانه این موضوع نشون میده که این جریان عملهای زیبایی همه را تحت تأثیر قرار داده و البته یه دم که دیگه حسابی زیاد روی میکنن. البته این خانمی که دیدین توی اینستاگرام فعالیت میکنه و یه جورایی همین قیافه‌اش شده ابزار کارش و از اون طرف هم یه عده دیگه هم که اینطوری جلب توجه میکنن. تو دنیا باید دو تا چیز کلوف داشته باشی، یک پارتی کلوف، دو گردن کلوف. بیا برو تا هم با این هسته خورمات. این هسته خورما، خورما بخورید خیلی خاصیت داره. پارتی کلوفت و گردن کلوفت هم داشته باشه. خدافظ. بله همونطور که میبینید کاملا مشخصه که اوضاع بدجوری خیته و اما به تازگی یه راننده تاکسی از مشهد هم یه فیلم منتشر کرده و میگه که دیگه وضعیت جوری شده که عربا میگن ما از زنای ایرانی سیر شدیم و دنبال پسریم که باهاش رابطه جنسی داشته باشیم. اونقدر یه عربا پررو شدن، اونقدر وقی شدن که یارو دیگه زنای ایرانی دلشون زده، ارور سوار کردم. میگه آقا شما پسر سراغ ندارین، شما پسر سراغ ندارین. کشیدم گنار پیادش کردم، پیادش کردم، نمیدونم واقعا بر پدر مادرتون. حالا از شما کثافت‌تر یک موجودی نیست حضرت عباسی توی ایران، خاک تو هم سر تو از هم بالا تا پایی. و اما بهار رهنما هم به تازگی یه لایو گذاشته که باعث شده خیلیا بهش فوش خار و مادر بدن، چون معتقد بود که هر کی 30 سال کار کنه به جایی نرسه بیورزه است. هر آدمی که بعد از 30 سال کار کردن نتونه زندگی خوب داشته باشه، نتونه در واقع یه آسایش و آرامش رو برای خودش و اطرافیانش و خانوادش فراهم کنه، به نظر من آدم بی دست و پاییه. بیا اینو بخور. جا داره بگیم الکسیس جان، نه آقا ببخشید، بهار جان، شما هم اگه شوهر پولدار گیرت نمیومد تو این مملکت ممکن بود 30 سال کار کنی و
هیچ پخی نشد. و اما بهنوش طباطبایی هم یه عکس منتشر کرده و نوشته اولین تجربه تدریسم در دانشگاه. بله دیگه، الان استادا این شکلی شدن و فکر میکنم همین دلیلی بشه برای ارتقای سطح دانش توی پسرا و به احتمال زیاد همه پسرا سر این کلاس حضور پیدا میکنن و غیبت و میبت در کار نیست. و اما از اون طرف هم نیلی به تازگی یه لایف گذاشته بود که یه هموطن لطف کرده و رفته جوری نیلی رو سر کار گذاشته که نیلی نفهمیده از کجا خورده. سلام، چطوری آجی بابا من دستم شکسته، من نمیتونم تایپ کنم، دورت بگردم. اینقدر کامنت کن، اینقدر آخر سر منو دیدی آوردی بالا، قربونت بشم. من از طرفدارای پروپاگورس شما، یعنی شما رو پروپاگورس شما رو خیلی دوست دارم، لایواتونو زیاد میبینم، الانم با خانواده داریم لایوتو میبینی. مرسی، حال شما خوبه؟ چرا هم پدرم هم مادرم هم آجیام پیشمه، اینقدر دوستت داریم دیوونه. من دنبال خب بابا، برای اینکه من شدیداً سرما خوردم با آب. آجی ببین، به خدا من سرما خوردم، هم چیز زکام دارم، آب ریزش چشام، بینیم نمیتونم تا زشته. خب تو لایو شما من بیام با این وضع تصویر بدم، خب هم برای شما بد هم برای من. زکام چیه؟ زکام ببین، یه سرماخوردی که آبریزش بینی و چش دیدی؟ نه. ببین من اصلا یه جوری اصلا سرما خوردم، فکر کنم یه ماه طول میکشه خوب شم. ان شاء الله که صفا پیدا میکنی. قربونت آجی جان، دورت بگردم، من کلی از سوال دارم. آخه یه کوچولو ازم سوال کن که بتونم بقیه‌رم بیارم بالا، زیاد سوال نشه. خب ببین دورت بگردم، من خب دستم شکسته نمیتونم تایپ کنم. خب یه دونه سوال بپرس، بعد از دایرکت ازم بپرس. آه یه سوال بپرسم؟ باش بذار من سوالم بپرسم، سب کن. یه دونه بپرس هم بتونم بیارم بالا باهاتون صحبت کنم. آها باش، حالا من زیاد وقت نمیگیرم آجی، شرمنده تو رو خدا، من آدم پررویی نیستم به جان خودم. خب اینقدر دوست دارم، یعنی به خودم افتخار میکنم که با شما لایو گذاشتم. الان ببین خانواده اینقدر خوشحالن، پدر و مادرم میگه آفرین تا بهت افتخار میکنم، تو تونستی بری تو لایو آجی نیلی. نه بگردم. چرا خب من دوستت دارم، به خدا، به جان هفته آبجی، به جان پدر مادرم دوستت دارم. میدونم سوالتو بپرسم بشم. آجی شرمنده، من یه صبح وقت فکرمو درگیر کرده. ببین من الان 3-4 سال تو مجازیم. خب سوال بیادبی نپرد. نه به جان و پدر مادر من، به هیچ کسی بیادبی نکردم، خوشم هم نمیاد، از آدم های بیادبم بدم میاد. خب شما ماشاءالله خانم با شخصیت، با فرهنگ اجتماعی، من چرا بخوام همچین اشتباهی بکنم؟ مخلصم من جنبش رو دارم، ظرفیتش رو دارم. دورت دیگر الهی، گرمون خنده های خوشگلت بشم. ببین سوالی که فکر منو مشغول کردم. ببین من ترکم فارسیم زیاد خوب نیست، میبخشی، من الان مثلا میمونم بعضی وقتا، من ترک مراغم، طرف های تبریز. بله. ببین سوالی که فکر منو خیلی وقت درگیر کرده، خب ببین درسته اینستاگرام دنیای مجازیه، خب بله، ولی ما خب ما میخوام سوال بپرسم، اینو میخوام توضیح بدم، سوال بپرسم. خب تو رو جون عزیزت، خب تو رو جون عزیز حوصله کن، خیلی خیلی برام مهمه. خب ببین این سوال باشه، چش بچه خواهش میکنم یه چند ثانیه منو تحمل کنید. ببینید این که خب ببین دنیا اینستاگرام مجازیه، خب منتها ما که مجازی نیستیم، ما که واقعیم. خب بالاخره اونی که پشت لایو یه آدم دل داره. خب بله ببین چرا نمیشه تو دنیای مجازی واقعا به یکی رسید، نمیشه به یکی دل بست؟ الان قصدیت من بپرسی سوالت این بود؟ نه ببین اصلا، خب من قلبم خب بهم میگه که شما میتونین جواب این سوالو بدین، چرا نمیشه تو دنیای مجازی به کسی رسید، چرا نمیشه به کسی اعتماد کرد؟ خب برای اینکه دنیای مجازیه عزیزم، خودت خب دنیای زندگی نکردی چجوری اعتماد؟ خب مجازیه ولی میتونیم باهاش آشنا شیم. خب میتونه خب عکس منو ببینه. خب اول تو اولویت
اول خب باید عکس همدیگه رو ببینن، درسته؟ خب اگه از همدیگه خوششون اومد میتونم با هم آشنا شم. ولی من تو این چند سالی که تو مجازی بودم، شاید خیلی ها پشت سر من حرف بزنن بگن که این تا خدایی، خب مثلا خیلی ها مثلا خواستگاری کرده، خب شاید مثلا بگن که خودش هم نمیدونه با خودش چند چنده. من خواهش دارم ازت، خب پشت سر من خیلی حرفه، خب خانومی کن بذار من تو لایو این حرف دلم رو بگم. خیلی یعنی ببین به مرحله میره دیگه، بچه ها واقعا دارن خسته میشن، بذار برم بعد بیا. باش دورت بگردم، دست در نکنه، مواظب خودت باش، به خدا میسپارم. بله، اینم از هنرنمایی هموطنمون در لایو خاله نیلی. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و صحبتای نیلی و همچنین صحبتای اون پیرمرد مشهدی چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک رو بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی هم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.